درود بر شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های زندگی و پوری آن همراه با همکار عزیزم خواهرم کشیش آناهیتا پارسان خدمتتون هستیم. خوشحالم که به ما فرصت دادید تا با شما همراه بشیم، همگام بشیم در مطالعه کتاب زیبای روت. بله، همینطور من هم سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه ما جایی داریم در خونه های شما. خب، رسیدیم به دهمین قسمت از برنامه روت. چقدر خوشحالم که میتونیم ما آروم آروم این کلام زیبا رو بخونیم، درش تعمق کنیم و به قول کلام خدا جانهای ما از عمقهای کلام خدا لذت ببره و فهم بشیم. و برکت داره، کلام خدا رو آروم خوندن یه لذت خاصی داره. و الان میخوام در ابتدای جلسه این هفتمون از شما خواهش کنم کلام خدا رو باز کنید خواهر. بله. بریم به کتاب روت فصل دوم آیات 17 و 18 رو میخوام برای بیننده های ما خیلی آروم مطالعه بکنید، بخونید و ببینید کلام خدا برای ما امروز چه پیغامی داره. قبل از اینکه شما بخونید میخوام به بیننده های عزیزمون بگم در آیاتی که خواهرم، در این دعایی که خواهرم برای شما میخونن توجه کنید. موضوع امروز ما، موضوعی که میخوایم در موردش فکر کنیم، راستی، صداقت و راستی هست. بفرمایید. رود فصل 2 آیه 17 تا 18 اینطور میگه: رود تا غروب آفتاب در آن مزرعه خوشه جمع می‌کرد. وقتی خوشه ها را کوبید، در حدود 12 کیلوگرم جو خالص به دست آورد. رود تمام آن روز را با خود به شهر نزد مادر شوهر خود برد و به او نشان داد که چقدر جو جمع کرده است. او باقی مانده غذای خود را نیز به نعومی داد. باقی مانده غذای خودش را هم به نعومی داد. خیلی قشنگ داره این قسمت توضیح میده که چقدر، همونطور که 12 کیلو جوی خالص به دست آورد، نشون میده که چقدر این رود خالص بود. هیچ دلیلی برای دادن غذای خودش، باقی مانده غذای خودش به مادر شوهرش نداشت که این کار رو انجام بده. ولی این قشنگ منو یاد یه قسمتی توی متا 5. بله، موعظه سر کوه عیسی مسیح. بله. آمین آمین آمین. بله، و در اونجا که عیسی مسیح در مورد راستی صحبت میکنه، در اینکه قسم نخورید، دروغ نگید صحبت میشه. در متا 5 فصل 5 آیه 33 تا 37 اینطور میگه: همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شده قسم نخورید و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. امروز که در مورد راستی قرار صحبت کنیم، میبینم که واقعا در کشور ما، کشوری که من توش بزرگ شدم، یه سری آداب و رسوم هست، یه سری صحبت ها هست، حتی یه سری دروغ هایی هست که میگن دروغ مصلحتی، بهش میگن تعارف. و من وقتی اومدم به اروپا دیدم که نه دروغ مصلحتی وجود داره، نه تعارف وجود داره. یادم اون موقع که توی ایران بودم به اونا میگفتن کافر. و برام جالب بود، همیشه میگفتم این کافرها نه دروغ مصلحتی میگن، نه دروغ میگن، نه واقعا تعارف دارن. تعارف به نظر اونها بعضی وقتا که صحبت میکردم و میگفتم فقط این یه نوع تعارفه، میگفتن یعنی یه نوع دروغه، شما دروغ میگید. نه دروغ نمیگیم. چرا؟ شما چطوری میتونی بگی که بفرمایید چای بفرمایید، در حالی که نمیخواین طرف بخوره، خودتون میخواین بخورین، ولی بهش میگین بفرمایید. از نظر بعضی از ایرانی هایی که میان مثلا میگن که چطوری اینا یه چی میخورن تعارف نمیکنن، یه کلمه نمیگه بفرمایید.
بعد برمیگردیم به اون که برای چی دروغ بگه؟ یه غذا آورده فقط اندازه خودش داره، آورده که بخوره سیر شه و توی این تعارف نداره. و اگر به تو بگه بفرما ولی خودش میخواد بخوره، این داره دروغ میگه. چرا ما باید دروغ برامون ارزش داشته باشه؟ ولی جالبه که منم تجربه مشابه این دارم. جالبه که فرهنگ ها خب متفاوت هستن دیگه، عکس العمل های ما به فرهنگ متفاوته. اما جالبه توی همین فرهنگی که تعارف، به نظر ما تعارف توش نیست، اما یه صداقتی توش هست که از اون تعارف حالا مخلوط با صداقت میتونیم بگیم، اگه در بهترین حالت باشه یه تعارفیه که مخلوط با صداقت، از اون تعارف مخلوط به صداقت بالاتری، به خاطر اینکه درش تمام وجودش رو شخص میذاره. من یادم یکی از عزیزان من از بستگان از مشهد اومدن و مدتی کانزاس پیش ما بودن در کلیسایی که قبلا خدمت میکردم، و چون شهر کوچیک بود، کلیسا کوچیک بود، فرصت بود با اعضای کلیسا با هم بریم بیایم خونه ما، اومدن مهمون من و ما رو دعوت کردن خونه شون. و بعد موقع رفتن، زمانی که این عزیز رو داشتم میبردم فرودگاه، ایشون هم همین حرف شما رو زد، گفتش که به من همیشه با لقب آقا منصور میگه آقا منصور، این مسیحی ها که از ما مسلمون ها مسلمون ترن. بعد من گفتم چرا؟ گفت یادت خونه فلانی رفتیم، همونی رو که داشت آورد روی میز گذاشت. خب من فکر میکنم این شهادت خوبی بود. من نمیدونم مسیحی مسلمونه یا چیه یا چیز دیگه است، من نمیدونم. من میدونم در صداقت قدرته. وقتی که روت توی مزرعه داشت زحمت میکشید، وقتی بوعز بهش غذا داد، غذا مال اون بود، اما همشو نخورد، قسمتیش رو برای مادر شوهرش آورد، برکتی رو که داشت سهیم شد با دیگران، اما نه به عنوان تعارف، نه، برکت رو با دیگران در میون گذاشت و این رو با راستی داد. در مزمور 51، مزمور معروفی که داوود داره توبه خودش رو اعتراف میکنیم، آیه 6 آیه قشنگیه، میگه ای خدا اینک به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. راستی و حکمت رو با هم یک اندازه یک توی یه موضوع میدونه نویسنده مزامیر. من فکر میکنم راستی و راستگویی خیلی راحت نیست در همه شرایط، سخته. مثلا مسئله دروغ مصلحتی، من مطمئنم کسانی که این رو آفریدن و به فرهنگ ما وارد کردن با مشکل راستگویی خیلی کلنجار رفتند تا این حل مشکل رو پیدا کردند. اما راستی برعکس دروغ، حالا مصلحتی یا غیره، یکی از صفات الهیه، از خصیصه های خاص خدا راستگویی. در انجیل یوحنا عیسی مسیح فصل 14:6 میگه که من راه و راستی هستم و حیات هستم، من راه راستی و حیات هستم. و راستی رو تأکید میکنه عیسی مسیح و میگه که من اینم. از خودش به ما این برکت، خصیصه، صفت راستگویی رو بخشیده. و وقتی ما حالا به هر حالتی دروغ میگیم، داریم با این خصیصه الهی در خودمون مبارزه میکنیم. دقیقاً. وقتی که ما قلبمون رو به عیسی مسیح میدیم، اولین چیزی که میخوایم، زمانی که میخوایم در واقع قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم، میگیم عیسی مسیح قلبم را به روی تو میگشایم، وارد قلب من بشو و زندگی منو عوض کن و منو عوض کن. در این یعنی هر ناخالصی، هر شرارت، هر درویی و دروغی که در من هست از من پاک کن و راستی، حقیقت و راه خودت را به من بده. و این کمک بزرگیه برای تک تک ما انسان‌ها، وقتی که دیگه با زور خودمون نیست، با تلاش خودمون نیست که سعی کنم دیگه راست بگم، سعی کنم دیگه اعمال بد انجام ندم، سعی کنم این کارو بکنم، سعی کنم اون کار. در صورتی که خداوند وقتی روحش روح راستیه در ما که قرار میگیره، ما اعمال او رو انجام میدیم. آمین. کار خدا، کار زیبایی خدا، کار تبدیله، انتقال، تبدیل میکنه ما رو. و وقتی تبدیل بکنه، ما نمیتونیم کاری بکنیم که برخلاف ذات روحانی خدا در ما باشه. البته وسوسه هست، فرصت دروغگویی، فرصت عدم ناراستی پیش میاد، اما کسی که به خدا توکل داره میتونه بر این چالش ها غالب بیاد.
در زندگی رود که داریم مطالعه میکنیم، من یه چیزی که دیدم خوشم اومد اینه که فقط در گفتارش راستگو نیست، در عملشه. وقتی گفت به مادر شوهرش اجازه بده من برم خوشه چینی کنم، نرفت فقط حالا بگه حالا امروز رو بالاخره بریم سر کار از 8 ساعت 15 دقیقه‌شو کار کنیم بقیه‌شو حالا بالاخره. من مطمئنم اگه امروز با استانداردهای کتاب مقدس ما زندگی کنیم، خیلی وضعیت اقتصادی جهان بهتر میشه، چون روت سخت کوش بود، در عمل راستگو بود. بله. فقط در زمان نبود، با تلاش خودش صادقانه وقت خودش رو وقتی برکتی از جانب خدا دونست و در آخر روز 12 کیلوگرم میگه جو جمع کرد، جوهای خورد خورد یه ذره یه ذره 12 کیلو جمع کرد و این واقعا مایه برکتی که راستی او در عمل هم بودش. بله، اون صداقتی که انجام داد در زمینی که زمین بوعز بود، بهش اجازه داده شده بود که کار کنه در اونجا، اونجا تقلب در کار نکرد. درسته. که خب حالا مادر شوهره که نیست، بوعز هم که کاری به کار من نداره، گفته هر کاری دلت میخواد اینجا انجام بده، من آزادم دیگه، کی بالا سر منه، هر کاری دلم بخواد میکنم. آخر شبم بوعز میاد یه 20 کیلو گندم هم میده و میرم خونه به مادر شوهره میدم و شاید یه 10 کیلوش هم سر را بفروشم یه چیزی بزنم جیبم، و از این جور صحبت ها نکرد، با تمام دلش کار کرد. من یادم یکی از عزیزان توی کلیسا اومد به من گفت که تازه ایمان آورده بود، گفت زمانی که قبل از ایمانش بوده یه موضوعی بوده که مجبور شده دروغ بگه و اون دروغ دیگه پشت سرش آورده و به طوری شده که این الان نمیدونه باید چی کار کنه و اوضاع خیلی خراب شده، به طوری که همه زندگیش به هم ریخته بود. میگفت اصلا خواب ندارم، حالم بده، نمیدونم چطوری جمعش کنم، نمیدونم چه کار کنم، و آبروم رفت، اینطور شد اونطور شد، و اون چیزایی که باعث از دست دادن یه سری برکات و یه سری چیزا در زندگیم شده اون منو ناراحت میکنه. بهش گفتم میدونی چیه، من فکر میکنم که تو باید بری مستقیم حقیقت رو بگی. گفت نمیشه. گفتم برو بگو، از اینی که هست بدتر نمیشه، همه خداشون فهمیدن، حدس زدن که تو دروغ گفتی، برو بگو حدس شما درسته، من دروغ گفتم، من هم به شما خیانت کردم، هم به خودم خیانت کردم، هم به خدا با ذاتی که در نهاده مخالفت کرده، و اعتراف میکنم که گناه کردم، پای اون مجازاتش هم ایستادم، هر چی که هست. این شخص رفت، چیزی طول نکشید، هفته بعد با یک خبر خوش اومد که زمانی که رفته بود و اعتراف کرده بود، میگفت اول همه خشکشون زد، سکوت کردن، و بعد وقتی دیدن که اون که با تمام وجودش گریه میکرده و میگفته منو ببخشید من اشتباه کردم، فهمیدم چقدر کارم زشت بوده بد بوده، میگفت اصلا صحنه یه چیز دیگه ای شد و همه متوجه شدن و با من برخورد خیلی خوبی نشون دادن و گفتن روی مسئلت فکر میکنیم و تصمیم دوباره ای میگیریم. خدا رو شکر، و این خیلی تشویق میکنه ما رو که اعتماد بکنیم، به راستی اعتماد کنیم، در راستی برکاتی نهفته است که در دروغ نیستش. بله. چون دروغ دیگه به همراه میاره و ما عمیق‌تر و عمیق‌تر تو مشکلات فرو میریم، در حالی که در راستی آزادی هست، در راستی برکته، حتی اگه به اون هدفی که ما میخوایم نرسیم اشکال نداره، چون به هدف الهی رسیدیم. دقیقا نکته مقابل شخصیت روت یه خانومه، این دفعه در عهد جدید. ما در اعمال رسولان شما فصل 5 خوندید، دو نفر میان مثل من و شما، تازه ایمان هستن، تازه دلشون رو به عیسی مسیح سپردن، اینا میان به نام حنانیا و سفیره، و اینا در خدمت کلیسایی میخوان سهیم بشن. نوع خدمتی که اون مقطع کلیسا لازم داشته مشارکت در نیازهای مقدسین بوده، همه اون چی رو که داشتن میریختن روی میز و هر چقدر که نیاز داشتن بر میداشتن. حنانیا و سفیره در این کار خودشون با ناراستی، کاری رو که روت انجام داد با راستی، اونا با ناراستی انجام دادن، تصمیم گرفتن که بگن تمام اون چی رو که میذاریم اینه، داریم اینه، ولی واقعیت این بود که قسمتیش رو پنهان کرده بودن. مسئله ای که اینجا پیش میاد اصلا میزان هدیه دادن نیست، چون در ایمان مسیحی یک ریال خیلی بهتر از میلیاردها تومان هستش که از ته دل نباشه، و این قنطار کوچیکی که ما میذاریم وقتی با تمام وجود و راستی باشه، خدا برکت عظیم بهش میده. مسئله ای که در مورد
هنانیا و سفیره اتفاق افتاد، مسئله ناراستی و تأثیرات مخربش توی یه جامعه نوپا بود. برای ما مسیحیانی که نو ایمان هستیم، نسل اول هستیم، خیلی مهمه که عاداتی رو که خارج از مسیحیت آموختیم با خودمون نیاریم، بیاییم فرهنگ کتاب مقدسی ما رو شکل بده، ما رو خورد خورد عوض کنه و یه شخصیت تازه در عیسی مسیح پیدا بکنیم. آمین. و واقعاً اون قسمتی از کلام که از متا خوندم در زندگی ما انجام بشه. بله ما بله باشه، نخیر ما نخیر باشه و به هیچ چیز قسم نخوریم. قسم یکی از این عادات بده که در بین ایرانی ها وجود داره. برای هر کاری بارها و بارها قسم خورده میشه. آخه ما قسم به چی میخوریم؟ به موی سرمون حتی نمیتونیم قسم بخوریم، چون این موی سر مال ما نیست. قادر نیستیم یه دونش رو سفید یا سیاه کنیم، چون که اون چیزیه که خداوند به ما امانت داده. ما در این دنیا ناظر هستیم و ما خیانت در امانت میکنیم. زمانی که قسم میخوریم، زمانی که در قسمها پافشاری میکنیم، واقعا اونجاست که خدا دل خدا میشکنه و دل خدا میگیره از اون کاری که ما انجام میدیم. میدونی چرا؟ چون تمام نیست، این دل ما کامل نیست با دل خدا. وقتی کامل بشه دل ما با دل خدا، اونی که خدا به ما داده، یکی بشه، ناخواسته دل ما میشه چشمه جوشان محبت، چشمه جوشان راستی. دیگه از ناراستی خوشوقت نمیشیم، کلام خدا میگه، ولی با راستی میسازیم. من میخوام برگردم دوباره سراغ روت. در روت فصل 2 آیه 18 ما میخونیم که قبلا اشاره کردم تمام ثمره زحمتش، تمام برکتش رو میاد با مادر شوهرش در میون میذاره. من فکر میکنم یه برکت عظیم این در این هست. درسایی که من از زندگی روت گرفتم در مورد راستی، یکیش اینه که راستی شیرینه، رهایی بخشه، لذت بخشه. راستی یکی از صفات الهیه و وقتی ما با اون صفت الهی که خدا ما رو آفریده هرچی بهش نزدیکتر بشیم، خودمون رو آزادتر احساس میکنیم، مبارکتر میشیم. و عیسی مسیح یادمون باشه در بهترین دعایی که برای مسیحیا کرد، دقت کنید، انجیل یوحنا فصل 17 دعای خاص عیسی مسیح فقط برای پیروان عیسی مسیحه، دعای عیسی مسیح برای شاگردانشه. انجیل یوحنا 17 آیه 17 میدونید چی میگه؟ میگه ای پدر ایشان را، مؤمنینت رو، به راستی تقدیس کن، چون کلام تو راستی هستش. عیسی مسیح میخواد ما رو با راستی تقدیس کنه، مبارک بکنه. و در مزمور 119 آیه 72 میفهمیم که خدا نه فقط ما رو دعوت به راستی میکنه، بلکه لذت و شیرینی اون رو به ما وعده میده. و چقدر لذت بخشه وقتی که آدم با افرادی روبرو میشه که میدونه در اونها راستی هست. احتیاج نداره فکر کنه آیا طرف راست گفت، آیا دروغ گفت. تمام دل حرفش رو میپذیره و میدونه وقتی گفته اینطوره واقعا اینطوریه، وقتی گفته نیست نیست، واقعا نیست. و این یک باور عجیبه که میتونه در ما به وجود بیاد. من میخوام از برهان خلف استفاده بکنم و به بیننده هامون یه چیزی، همش گفتیم راستی 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 راستی، میخوام دعوت بکنم بیننده های عزیزمون رو که اگه کتاب مقدس دارید، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 10 رو نگاه کنید. توی اونجا کلام خدا در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 10 میگه که خدا، کلام خدا به ما میگه، میگه که کسانی که پیرو شیطان هستند حقیقت را دوست ندارند و آن را نمیپذیرند تا نجات یابند. من از شما سوالم اینه که از حقیقت، از راستی لذت میبرید، کیف میکنید؟ ایمان دارم که اینطوره. اگه اینطوره خدا رو شکر برای شما، چون شما پیرو خدا هستید نه پیرو شیطان. با ما باشید، یه چند لحظه استراحت کنیم، گلوی تازه کنیم، برمیگردیم خدمتتون برای قسمت بعدی این برنامه. بسیار عالی. بینندگان عزیز، باز برگشتیم خدمتتون و اگه اجازه بدید یه مرور کلی بکنیم، ببینیم کجا هستیم و بعد کاربرد این مطالبی که از کلام خدا در آوردم رو همراه با خواهرم بهتون پیشنهاد کنیم.
ما داریم کتاب روت رو مطالعه میکنیم و داریم از دید کتاب روت نگاه میکنیم به یه زندگی کامل، زندگی که درش مشکلات هست، درش خوشی ها هست، درش فرصت نیکویی هست، درش فرصت راستی هست و در اون فرصت دروغ هم هست. و امروز میخوایم از زندگی روت بیاموزیم که چطوری میتونیم با راستی خدا رو جلال بدیم و زندگی موافق کلام خدا داشته باشیم. عیسی مسیح یه قسمتی از خواهر آناهیتا میگه که من راه و راستی و حیات هستم و این خصیصه خودش رو در ما به ودیعه نهاده. این خصیصه ای که خدا در ما نهاده در کلام خدا از زبان پولس افسوسیان فصل 4 آیه 15 میگه که ما باید در محبت پیروی راستی کنیم. مسئله راستی رو پیروی کردن، میخوام من اینجور بگم که راستی رو نباید وسیله ای بکنیم برای توجیه هر اشتباه دیگه ای. مثلا میتونیم بیایم بگیم که ببخشید شما خیلی زشت هستید. آیا میتونیم این کارو انجام بدیم؟ چون راستی بگیم خب راست گفتم دیگه اینطوریه. میشه آیا این کارو کرد؟ من فکر میکنم اگه کار ما، اگه عمل ما این راستی و صداقت به دیگری لطمه بزنه، نمیگم دروغ بگیم، اما حکیمانه برخورد کنیم و تشویق کنیم. مثلا در مورد زشتی و زیبایی اموری نسبی، نمیتونیم اینو قطعی بگیم، اما در مورد بعضی مسائل یه خورده خیلی محکمتر ممکنه باشه. مثلا در مورد مسائل مالی، در مورد مسائل اخلاقی، این چیزها طوری باید این راستی رو استفاده کرد که درش محبت باشه. کلام خدا میگه اگر راستی باشه بدون محبت به درد نمیخوره. کلام خدا میگه من هر کار بکنیم، معجزه بکنیم، محبت نداشته باشیم مثل یه طبل توخالیه، فقط صدا میده اما درش قدرت نیستش. دقیقاً همینطوره. ما نمیتونیم که اون چیزی که در دلمون نسبت به یه نفر داریم، که حالا ممکنه که کینه از یه نفر باشه، یه نفر آزارمون داده، میخوایم یه طوری جبرانش کنیم، برگردیم و به اون یک کلمه‌ای بگیم، ممکنه که حقیقت باشه، ممکنه که اون چیزی که میگیم راستی باشه، ولی حق کوبیدن کسی را با کلمه راستی نداریم. کلمه راستی باید با محبت جاری بشه. راستی خدا در عیسی مسیح به ما نشون داده شد. هیچ جا عیسی مسیح هیچ کس را خورد نکرد، با راستی بنا کرد. و در شخصیت روت این راستی چه با بوعز چه با نعومی وقتی که داشت باعث برکت اونها و برکت خودش شد. و من و شما به عنوان کسانی که از زمینه اسلامی میایم، مهم نیست چند سال دلمون رو به مسیح سپردیم، اما ما از زمینه میایم، نسل اول مسیحی هستیم، باید مثل روت که از یه قوم خارج از قوم اسرائیل وارد قوم خدا شد، یاد بگیریم، درس بگیریم که چطوری این راستی رو در زندگی روزمرمون با محبت ادغام کنیم و به کار بگیریم تا وسیله های بنا، وسیله های برکت باشه. بله، من فکر میکنم که وقتی ما کلام خداوند را به خوبی یاد میگیریم، میخونیم و میفهمیم، اون کلام خود به خود در ما شروع میکنه کار کردن. و کلام مثل یک آینه است، ما میتونیم خودمون رو درش ببینیم. آیا واقعا اونجایی که این کلام، این آیه نوشته شده، آیا من شبیه اون هستم؟ آیا من اون کار رو انجام میدم اونجوری که خداوند داره میگه در کلامش من انجام دادم؟ درست زمانی که روت از سرزمین موآب، از سرزمین بت‌پرست ها، هر مذهبی، هر چی بود، اومده بود بیرون، اومده بود به سرزمین جایی که خدای یکتا را پرستش میکردن، روت واقعا تمام وجودش را داد و نگفت ما قبلا چه کار میکردیم، هنوزم میخوایم، ما با این بزرگ شدیم، آقا ما 60 سال اینطوری رفتیم جلو، دیگه نمیتونیم عوض بشیم. ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند عیسی مسیح میتونه ما را عوض کنه، ولی آیا ما میخوایم؟ آیا میخوایم که شبیه او بشیم؟ ما شبیه خدا آفریده شدیم، ولی وقتی گناه در ما اومد، بعضی میگن یه دروغه، ولی یه دروغ گناه، بله، گناه‌های دیگه میاره، بله، گناه گناه از نظر خدا،
در نظر خدای ما گناه صغیره و کبیره نداره. هر گناهی که کردیم، حتی یک گناه، از جلال خدا قاصر میشه. همینطور دروغ کوچیک بزرگ نداره، مصلحتی غیر مصلحتی نداره. دروغ دروغه. دیگه کلا شرعی نذیم، رنگ و لعاب ندیم بهش. مثل کسی میمونه که من بهترین مثالی که یاد گرفتم اینه که روی شیشه کوکاکولا که روش برچسب کوکاکولا نوشته شده ولی میدونیم توش سمه، ننویسیم سمه، بزنیم ببینیم کوکاکولا. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. من یکی از خاطرات قشنگم مال روزای اول ایمانمه، تازه در مشهد به مسیح ایمان آورده بودم و با یکی از ایماندارای کلیسای مشهد داشتیم بعد از جلسه صحبت می‌کردیم. یه چیزی، یه نکته خیلی ساده یادم نبود موضوع چیه، گفتم دروغ میگی. این به زبان ما توی مشهد یعنی که نه بابا عجب، یه اتفاق واقعی. و ایشون آنچنان بهش برخورد، گفت من تو عمرم تا حالا دروغ نگفتم، چرا اینو به من میگی؟ منم این درس رو از این خواهر عزیز یاد گرفتم و امروز یکی از برکاتی که در زندگیم دارم اینه که در ایمان به عیسی مسیح میتونم بگم من ممکنه خیلی ضعف‌ها داشته باشم اما دروغ نمیگم. شهادت میدم که دروغ نمیگم و راستی رو میگم. تشویق من برای بیننده هامون، برای خواهران و برادران ایمانیمون هر جا که هستن، برای هموطنامون اینه که آیا میتونید دستتون رو ببرید بالا بگید من هرگز دروغ نمیگم؟ میدونید در کلام خدا میتونید شما یه آیه برای بیننده های ما از امثال فصل 12 آیه 9 بخونید؟ یه آیه‌ایه که میتونه همه ما رو تشویق کنه. گوش کنید کلام خدا رو. در امثال فصل 12 آیه 19 اینطور میگه: عمر دروغ کوتاه است اما راستی تا ابد استوار میماند. انتخاب با شماست. میخوایم کوتاه تأثیر زندگیمون، حرفمون، عملمون کوتاه مدت باشه یا بلند مدت. در روابط فامیلی، زناشویی، دوستان، با جامعه، همکاران، دشمنانمون، آیا دوست دارید تأثیر زندگی شما کوتاه مدت باشه یا بلند مدت؟ من فکر میکنم اگه زندگی ما زندگی اصولی باشه، دوست داریم تأثیرش تأثیر طولانی باشه، دوست داریم تا ابد تأثیر بذاره. در کلام خدا به ما اسلحه های گوناگونی داده شده، ما مجهز میشیم به اسلحه های گوناگون. وقتی که ایمان میاریم، باور میکنیم و میخوایم که یک زندگی داشته باشیم و به میدان مبارزه زندگی میریم، مجهز میشیم به اسلحه های گوناگون. شمشیر کلام خدا، کلاه خود نجات و کمربند راستی و زره عدالت. آمین آمین آمین. من توی این انتهای برنامه‌مون میخوام بیننده های عزیزمون رو تشویق کنم به این که از زندگی روت بیاموزیم. میدونم در شما راستی هست به خاطر اینکه روح خدا در شماست. این راستی رو قدر بدونید و با هیچ چیزی آلودش نکنید. بذارید این راستی که از خداست شما رو هر روز برکت بده، شادمان کنه، آزادی بده و در خداوند از این آزادی لذت ببرید. لطفاً با ما تماس بگیرید، بنویسید که شهادتتون رو بدید که چطوری راستی زندگی شما رو برکت میده. خدا به شما برکت بده. به امید دیدار هفته بعد با برنامه تازه‌ای از زندگی و پوریا.